مسافرت با هواپیما همواره جذابترین نوع مسافرت و هواپیما جذابترین وسیله نقلیه برای جابجایی و انتقال انسان بوده. سریع، راحت، ایمن، اینها رمزهای این جذابیتن. به همین بهانه نگاهی به 4 تا از پرسرعت‌ترین هواپیماهای ساخته شده در طول تاریخ هوانوردی و بررسی اونها میپردازیم. شماره 4، میک 25. یک جنگنده شکاری رهگیر بلند پرواز و هواپیمای شناسایی از شوروی که در حال حاضر از خدمت خارج شده ولی توسط برخی کاربران به شکل ذخیره نگهداری میشه. میگ 25 متعلق به دوران سرده و جهت مقابله با طیف وسیع از هواپیماهای جنگنده ایالات متحده توسعه یافته بود، از جمله بمب افکن XB-70، جنگنده F-118 و هواپیمای پرنده سیاه SR-71 که ویژگی مشترک همه اونها سرعت بالا در کنار سقف پرواز بسیار بالای اونها بود. هیولای غول‌پیکری که شوروی برای ایجاد ترس در دل غربیا تولید کرد برای خلبانان غربی مثل بشقاب پرنده ناشناخته و مخوف بود. هیولای شوروی قادر بود به سرعت بیش از 3495 کیلومتر در ساعت دست پیدا کنه و تا ارتفاع 60000 پایی ارتفاع پروازی خود را بالا ببره. ولی میگ 25 فقط همین دو ویژگی برجسته را داشت و دیگه هیچ نقطه قوتی نداشت. اون میتونست از باند پرواز کنه، یک خط مستقیم را طی کنه و موشک‌های خود را شلیک کنه و غیر این هیچ کار دیگه‌ای نداشت. شماره 3، شکاری رهگیر لاکید YF-12. این شکاری برای مقابله با هواپیماهای پرسرعت شوروی و همچنین عملیات‌های شناسایی ساخته شد، ولی به دلایل متعددی از جمله جنگ ویتنام و همچنین قیمت بالای تمام شده هواجر و عدم نیاز به چنین هواپیمای پرسرعتی تولید اون لغو شد. جنگنده شکاری YF-12 که از موتور توربوجت رمجت بهره میبره 3610 کیلومتر در ساعت حداکثر سرعتی بود که میتونست پرواز کنه و سقف ارتفاعی که YF-12 قادر به پرواز در اون بود 24000 متر بود. این شکاری هرگز به شکل فراگیر تولید و به خدمت گرفته نشد. حالا که تا اینجا اومدین لایک و سابسکرایب کردن من یادتون نره و اگه نظر یا انتقادی دارین حتما برام کامنت کنین. شماره 2، هواپیمای جاسوسی SR-71 پرنده سیاه. هواپیمای تیتانیومی ساخت لاکید، پرنده سیاه باشکوهی که سلطان سرعت و ارتفاع پروازی در میان هواپیماهای نظامی بود. SR-71 با استفاده از دو موتور ترکیبی خود که هر موتور ترکیبی از یک موتور توربوجت B-58 و یک موتور رمجت ساخت کمپانی پرت و ویتنی که یک شاهکار فناوری در آن زمان و حتی همین حالا به شمار می رفت و قادر به فراهم کردن 32500 پوند نیرو توسط هر موتور بود و توان رسیدن به سرعتی برابر با 3.4 ماخ که حدود 3700 کیلومتر در ساعت میشه رو داشت. سقف ارتفاعی که قادر به پرواز در اون بود 25900 متر بود. شماره 1، نورس امریکن X-15 ساخت کمپانی نورس ایالات متحده. این هواپیمای تحقیقاتی به عنوان یک ثباتگر فناوری و جهت تحقیقاتی برای ساخت فضاپیماها و جزئیات فضانوردی به سفارش نیروی هوایی ارتش ایالات متحده و سازمان فضانوردی ناسا توسط کمپانی نورس امریکن در سال 1960 وارد خدمت شد و در یکی از پروازهای خود به آخرین لایه‌های جو با سرعت 6.5 ماخ پرواز کرد. بیشترین سرعتی که این هواپیما به اون دست پیدا کرده بود 6.7 ماخ بود که پرسرعت ترین هواپیمای سرنشین دار تا به حال بوده. 12 خلبان برگزیده و استثنایی با اون پرواز کردند که 199 پرواز مجموعاً با اون انجام گرفت. بیشترین سرعت ثبت شده برای هواپیما 7274 کیلومتر در ساعت، بالاترین رکوردیه که برای این هواپیما ثبت شده که بسیار بیشتر از سرعت یک گلوله شلیک شده. حداکثر ارتفاع ثبت شده برای این هواگرد هم 80000 متر، یعنی حدود 3.5 برابر هواپیمای SR-71.
از شما ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. همچنین برای آشنایی بیشتر با جنگنده استار 71 روی این ویدیو کلیک کنید. تا یه روز دیگه و یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.